هرگز نبوده آفاق انسان مخوف و تاریک. از ده وحشتم نیست، از آدمیست وحشت، از آدم است بیدار. عرض ادب و احترام دارم خدمت آفریدگار، استاد کائنات، که این کارخانه ساخت، مقصودش عشق بود، جهان را بهانه ساخت. همینان عزیزم، به همراه مهند سامان در تلویزیون پارس، سبا سفری در رادیو بسیار ساعتی صدای ایران و تمامی همکارانمون از سراسر جهان، از جمله سرا ایرانی، آقای امین سلیمانی، خانم گلریز امینی و بقیه. اجازه بدید که سفر شبانه رو شروع کنیم. ابتدا به ساکن در آغاز برنامه، بریم به سراغ پژوهشگر و محقق نامدار مسائل سیاسی در ایالات متحده آمریکا، آقای دایی عزیز، که از راه دور آمدن تو امروز با ما هستن. سلام و دایی عزیز. سلام، صبح بخیر. ممنونم که دعوت کردید به من این فرصت دارید در خدمتون باشم. قربان حال شما خوبه؟ بلاست خسته نباشید. قربان شما. زاداب خیس و هوا بارانی. بله. و سرد. خب آقای دایی، از راه دور. خب آقای دایی، شما در این ماهای اخیر که سخت گرفتار بودید، دادگاه و دادگاه کشی و اینور و اونور، و یک تیم نیرومند از وکلا در برابر آقای دایی، و آقای دایی تقریبا میشه گفت دست تنها، ولی تو اونجایی که من میدونم آقای دایی تا این لحظه از این مبارزه و پیکار پیروز بوده و خوشبختانه میگن ادو شود سبب خیر، همین شکایت باعث شده که آقای دایی به اسنادی دست پیدا بکنه که بیش از این آرزوی تحصیلش رو داشت. همینه دیگه. همینه، بله. واقعا اینه، در آمریکا قانونی هست به نام دیسکاوری، یعنی اینکه قبل از اینکه به دادگاه بریم میتونیم اسنادی رو که میخوایم از طرف مقابل بگیریم. اونها رو ما مجبور کردیم، بخشی از اسناد خودشون رو به ما دادن، خیلی‌ها رو هنوز ندادن، ولی همون میزانی هم که دادن خیلی تکان دهنده بود. سه بار به دادگاه رفتن، تقاضا کردن از قاضی که این اسناد محرمانه بمونه. هر سه بار قاضی مخالفت کرد. اینها رو من از تقریبا یک ماه پیش شروع به انتشار کردم، هموطنان میتونن ببینن اینها رو. آنچه که مهم بود، جدای از اون که مطالبی در مورد اون چیزی که به عنوان شبکه لابی که به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه رو تایید میکنه، ابعادش بسیار گسترده بود. میزان وسیع حمایتایی که تو بعضی از محافل آمریکایی هست، و اون حرفی که همیشه من گفتم اینه که اگر در آمریکا نبودند یک محافلی که طرفدار دوستی و همزیستی با حکومت ایران هستند، هرگز این لابی ها شکل نمی گرفت. بنابراین این اسناد ابعاد قضیه رو روشن که برای خود منم واقعا حیرت آور بود. مکاتباتی که اینها مثلا با جواد ظریف داشتن، با دوستان خودشون داخل ایران داشتن، نوع حمایت های مالی که می کردن، چطور سعی میکردن در داخل کنگره یا کاخ سفید کارشون جلو ببرن، چه نوع تبلیغاتی به نفع جمهوری اسلامی میکردن، اینا رو همه رو ما در اختیار گرفتیم که امیدوارم که خورد خورد اینا رو در اختیار هم بذاریم. خب از کجا شروع شد؟ یعنی شکایتون از کجا؟ ببینید در مبنای شکایت چی بود؟ بله، در سال 2007 من اولین گزارش های خودم منتشر کردم. تا موقعی که فارسی بود اینا زیاد اهمیت نمیدادن، برای اینکه تأثیری رو محافل آمریکایی نداشت. از موقعی که مقالات انگلیسی من شروع شد، خب حمله شروع کردن در مطبوعات، حملات زیادی کردن. الان با اسنادی که ما به دست آوردیم کاملا مشخصه که اینها سعی میکردن که منو ساکت بکنن. من تنها نبودم، هر کسی که با اینها مخالفت میکرد، یه نمونهش حتی اسنادی که هست در مورد مصاحبه‌ای که خود شما کردید با آقای دکتر شجاعی که ایشون رئیس بخش اقتصاد دانشگاه کانتیکات هستن، واقعا از ایرانیان برجسته و فرهیخته هستن. ایشون در یک سخنرانی که تیتا پارسی داشته اعتراض میکنه به حرف تیتا پارسی. بعد از اون شما میسین که دعوتش میکنید، باش مصاحبه میکنید، و طی اون مصاحبه شما ازش سوال میکنید که آیا تیتا پارسی اصلیتش با اسمش، مثلا تیتا پارسی که اسم زیاد مرسومی نیست، آیا از پارسی های مثلا هند هستن یا ایرانی؟ بله بله. همین رو بهانه میکنن پشت پرده
و کاملا مشخصه. یه پرونده نجات پرستی برای شما می‌خواستن درست کنن که این نجات پرستیه. هدفشون این بوده که دکتر شجاعی رو از دانشگاه اخراج بکنن. نامه هایی که خود تیرتا پارسی به ایرانی ها نوشته که شما نامه بدید به رئیس دانشگاه که اینو بیرونش کنن و موفق نشدن. اینها وقتی که نتونستن با تهدیدهایی که علیه من، علیه تلویزیون پارس، رادیو صدای ایران، تلویزیون صدای آمریکا، همه اینها بود، تصمیم میگیرن در جلسه هیئت مدیره کاملا مشخصه که بیان از من شکایت بکنن. این عبارتی هم که خودشون به کار میبرن اینه که تا اینو خوردش کنیم، به زانو در بیاریمش به خاطر مخارج قانونی. اینا سعی میکردن که یک نفر رو درس عبرت بکنن که کسی دیگه به اونها جرأت نکنه. اصلا شیوه برخوردشون اینه. مثلا یه خانومی هست به نام دخی فصیحیان که مدیر اجرایی اینا بوده، من یه مقاله نوشتم، توی اون مقاله نوشته بودم به انگلیسی که اینها از پولای دولت آمریکا گرفته بودن، رفتن ایران استفاده کردم به این ترتیب. به جای اینکه پاسخ مقاله منو بدن، کاملا یه ایمیلی هست که به تیرتا پارسی نوشته. در اون ایمیل میگه که من با NED یعنی بنیاد آن ملی آمریکا که یه بنیاد دولتیه، با اونا تماس میگیرم، اونا امکانات خیلی زیادی دارن، اونها میتونن حسن دایی رو خوردش کنن، ضربه بهش بزنن. یعنی نوع برخورد اینا این بوده که نقره داغ کردن، نقره داغ کنن، ولی خوشبختانه انتباه بقیه بشه، بقیه بترسن. درسته بله. ولی خب اینو وقتی شکایت کردم، واقعش هم اینه که در آمریکا مخارج بسیار بالاست. من همون در یک ماه اول که تازه کار شروع نشده بود، تمام مخارجی که وقتی دادم وکیلای اولیه، هر چی داشتم پس انداز تموم شد. تقاضای کمک کردم، یه مؤسسه آمریکایی نامه نوشت به خیلی از وکلای آمریکایی، یک تیم وکلایی حاضر شدن با من قرارداد بستن که مجانی از من دفاع بکنن. 6 نفر وکیل هستن و خوشبختانه برعکس شده قضیه. الان اونان که عقب نشستن سعی میکنن اسناد منشر نشه، اسناد ندن به ما و قضیه برعکس شده. خب تا به حال چه اسنادی که مورد آرزوتون بود و بهش دسترسی نداشتید به دست آوردید؟ مهمترین چیزش آقای میبودی این بود که ما ایرانی ها طبیعتاً همیشه صحبت های توطئه پشت پرده چه میگذره، برای ما تصمیم میگیرن، همه اینا هست. ما آشنایی با سیستم آمریکا، نوع تصمیم گیری ها چطور میشه برای این تصمیم گیری ها تأثیر گذاشت، این رو تصویر درستی نداشتیم. خب وقتی که آدم اینها رو میبینه، نوع به اصطلاح تصمیم گیری ها رو میبینه، چه کسانی هم پشت پرده، چه نوع سیاست هایی در رابطه با جمهوری اسلامی هست، اینها خیلی مهم بود برای من. مثلا ببینید تصویر کلیش اینه که در آمریکا یک لابی بسیار گسترده تو 12 سال گذشته بوده، خواهان همزیستی با جمهوری اسلامی هست، خواهان این که باش کنار بیان. با جمهوری اسلامی یه جنایی از جمهوری اسلامی؟ نه، در کلش اینا خب ترجیح میدن یه جنا باشه. جنا. مثلا تا ببینید تا 3-4 سال پیش هدف اصلیش این بود که جنایی بیاد بیرون. وقتی که اینها احمدی نژاد اومد تمام قدرت رو گرفت، به این سمت رفتن که اصلا ما آدرس رو غلط رفتیم، با خود اینها میشه رفت کنار و کنار اومد و ساخت. خب ما وقتی یک همچین لابی بسیار گسترده داریم که در رأسش کمپانی‌های نفتی هستن، این هست. در داخل ایران هم یه حاکمیت سیاسی هست با مافیاهای مختلف. اون بخشش که تو نفته، یعنی اون بخشش که تو اقتصاد هستن به خصوص، اینها با همین لابی آمریکایی اینها با هم کار میکنن. خب ببینید مثلا یه شرکتی که من خیلی روش تاکید میکردم، شرکت آتی بهار، مثلا مشتری آتی بهار نگاه کنید استات اویل نروژ، توتال فرانسه است، زیراکس و کاترپیلار و اینا، پپسی کولا و اینا هستن. خب طبیعتا وقتی تو ایران دلال اوناست، با دوستان خودش در آمریکا هم رابطه داره. اتحاد این دوتا زمینه رو فراهم میکنه که شما توی اینجا یه شبکه لابی درست بکنید. بنابراین شما ببینید وقتی خانم کلینتون 2 ماه پیش بود فکر کنم شام دعوت کرد، 7 نفر رو به عنوان متخصص دعوت کرد. از این 7 نفر 5 نفر از این